بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در پاریس از محل فروشگاه مواد غذایی که در آنجا چند یهودی فرانسوی در جریان یک گروگانگیری جان خود را از دست دادند بازدید کرد. در جریان این گروگانگیری که در ادامه سلسله عملیات تروریستی در فرانسه صورت گرفت، 4 تن از گروگانها جان خود را از دست دادند. یکی از اعضای جامعه یهودی فرانسه به هنگام حضور نخست وزیر اسرائیل در این محل میگوید او حق دارد به اینجا بیاید و ما را از حمایت خود مطمئن کند. حالا ما میدانیم که تحت حمایت هستیم و این امر ما را دلگرم میکند. شهروند دیگری نیز میگوید آنچه که اکنون بیش از همه اهمیت دارد افزایش امنیت است، اما به هر حال طولانی نخواهد بود. فکر میکنم پلیس باید خیلی خوب وظیفه‌اش را انجام بدهد و تا عمق این حادثه در حومه شهرها نفوذ کند. این یک سرطان است. بازدید نخست وزیر اسرائیل از محل این گروگانگیری در راستای راهپیمایی برای همبستگی در فرانسه صورت می‌گیرد. مارک رگف، سخنگوی دولت اسرائیل، در این باره می‌گوید بازدید از این محل بسیار مهم بود. پیش از همه نشان همبستگی ما با مردم فرانسه، دولت این کشور و همچنین جامعه یهودی فرانسه بود و همه امیدواریم که فرانسه این مرحله دشوار را پشت سر بگذارد. وی میگوید آنچه که اتفاق افتاد تنها به یک یا دو کشور مربوط نیست، یک امر جهانی است. مسئله مهم این است که همانطور که دیروز در راهپیمایی همبستگی بین رهبران کشورها دیدیم، این اتفاق به یک حرکت و رفتار محکم تبدیل شد. دولت‌ها در یک اقدام هماهنگ نشان دادند که در برابر تروریست‌های اسلامگرا که همه را هدف قرار می‌دهند، یک راه را برمی‌گزینند. این سخنان در حالی مطرح می شود که مقامات فرانسه از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواسته بودند از سفر به فرانسه برای حضور در راهپیمایی همبستگی در روز یک شنبه در این کشور خودداری کند.